الان درست. خیلی جالبه بحث این چیزا میشه بچه ها، لایو یهو قطع میشه، جالبه. حالا خوبه زیادم ملت نگاه نمی کردن، بیشتر نزدیک 2000 نفر، 1000 خورده 2000 نفر بیشتر نبود. ولی در مورد این چیزا که بحث میشه سریعا تا در مورد دیدی دیگه، در مورد تانگای امریکایی و چیزا توشاشیم صحبت میکردیم، یهو حالا نمیخوایم بگیم خبریه ولی خب عجیبه. خلاصه نه قطع شد، لایف قطع شد، ما قطع نکردیم یا قطع شد، نمیدونم هم چیه داستان، عجیبه. خلاصه دکتر جان اگه صدای ما رو میشنوین خیلی لذت بردیم، عذر میخوام واقعا، من مقصر نبودم، یعنی خود اینستاگرام من مقصر نبودم محمد. خب یه بگی شما رو صحبت کنم قیمه بخوری؟ نه بابا سرم نمیدن شستند تیر میکنم. خوردی از این گرسه؟ آره، برای اینکه یه هول لایف میگم لایف و واین رو رفتی بالا. حاجی ما هم کچه الان بچه همه شاکی هن. نه ولی صحبتاشون جالب بود، نمیدونم چرا حالا اتفاقا یکی اومده بود گفته بود بی بی سی هم داشت این چیزا رو میگفت. بی بی سی اتفاقا خیلی چیزا نمیگه، هنوز که هنوزه به نظر خیلی ها نمیدونن بی بی سی، شما بخواین در مورد آقا رسانه بی طرفه دیگه، خیلی سرش خب آیت الله خامنه ای میگه. آیت الله یعنی چی؟ آیت الله آیت خدا کی بوده اصلا روی کره زمین؟ کس شعرهایی که تو مغز همه کردن رو برای چی برمیگرده؟ بی بی سی دوباره اون پایین تیتر میزنه. اتفاقا شاهین نجفی یه دونه در مورد بی بی سی خونده بود، واقعا راست میگه، حرومزاده ترین رسانه به نظر من بی بی سی فارسیه. قرآن آیت الله چی منو بخوره؟ خب بچه ها یکم تمو عوض کنیم تا حسین دوباره اوکی شه. ابوالفضل، ابوالفضل که من هر 24 ساعت در روز به خاطر کارهای دیزاین سایتون باش در ارتباطم، اینجا هم دیگه باهاش صحبت کنم. حسین، حسین مامان منم اومده این وسط نوشته که حسین خوش نده مادر زنه اینجاست، بعد مامان اومده نوشته که وارد سایتش سیاست نشی که انگلیسی ها قطع میشه. مامان لایف یک ساعت اتوماتیک قطع میشه عزیزم. آره؟ آره خوبا؟ آره نمیخوام بذم مثلا تعداد خیلی مثلا شما اگه بری بعد از یه ساعت واقعا یه سوال یه سوال اوکی، چون این حق خیلی هم چی میشه میگرم زایه. بله و اینکه موبایل ما هم شارژ نداره، من دستم داره میشکنه. سلام چطور؟ سلام بیزار گوشی بده حسین لطفا دلوقتي. گوشی رو بدید به حسین، گوشی رو بده به حسین. یعنی چی؟ سلام. سلام آقا خوبی؟ من خوبی آقا غالبم دارم بچه باش خوبی؟ اوف داری دیسته آرزم خب سوالتو بپرس سریع بفهمی. سلام خوبیه؟ قربونت برم دو تو سریم قلبم داره میزن عزیزی داشت. راحت باش راحت باش
بپرسی جون در خدمتم. باید یه چند تا سوال دارم. یکیش هستی میخوام ببینم که دقیقا کجا زندگی میکنی؟ من رو کره خاکی، رو کره زمین، همین دور و بر، همینجا. میدونم رو کره زمین. کجا هستی خدایی؟ کجای کره زمین؟ سمت راست بالا. نه رو نقشه اگه آخه به خاطر یه سری داستانا نمیخوام جامو بگم، به خاطر اینکه حالا بلش کن. چطور مگه؟ من هیچی و قصه میخواستم برم که یکی از این بزرگترین آرزو میبود که باید یه بار ببینم و تمین عزیز دل. ایشالا برنامهش بشه، ایشالا موقعیتش پیش بیاد بتونیم بیام. سلام داداش خوبی؟ سلام. ایشالا بشه موقعیتش پیش بیاد بتونیم بیام ایران اجرا بذاریم از نزدیک روی گل همه تون رو ببینیم. افتخاره. من نمیدونم چی بگم، خیلی بول کردم عزیز دلم. داداش لطف داری، مرسی از شما، لطف و انرژی که به من میدی. باید یه دونه شات بگیرم؟ حتما حتما داداش. گرفتی؟ ماشاءالله ماشاءالله. آقا خیلی خوشحال شدم دیدمت. مرسی. مرسی. باید دوزد. خدا پس. سلام. خب خسته شدی؟ آره من که با خسته شدم، ولی صحبت داری همه؟ آره خیلی صحبت دارم. من با خیلی ها که این پایین داشتن حرف میزدن. ما داشتیم الان با یه آقای دکتری صحبت میکردیم در مورد کرونا و من این سری ها رو میدیدم میمادم میگفتم آه بس دیگه، اینا رو اخبار فلان جا هم داره میگه. اتفاقا نه اینا رو نمیگه، اینا رو هیچ صحبتی در مورد صحبت یعنی صحبتی در این مورد نمیکنه که آقا این اصلا داستانش چیه، چرا این اتفاق افتاده، چرا داره همینجوری ادامه پیدا میکنه و چرا داره دنیا رو فلج میکنه. اتفاقا خیلی از مرگ بالاتر چه اتفاقی میتونه باشه تو دنیا؟ اینقدر جونتون براتون بیارزش شده که وقتی در مورد این چیزا بحث میشه هیچ علاقه ای نسبت به اینکه بدونید که آقا چی شد. بابا وایس دادم شده. بله صحبت کن. اصلا هیچ علاقه ای به این ندارید که ببینید چه اتفاقی داره میفته. نه اینجوری هم نیست. من خیلی من داشتم سلام. 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 خیلی هوا تو داره همه جا تو پیجا فردون بوی هاچی قلبم بوی شد. خوشحال شدم دیدم تو عزیزه دلی بوی تو ما خیلی دوست دارم. خیلی قربونت برم. همچنین کجا زندگی میکنی؟ فرگن آرز بوی قلب یعنی میلرزم. عزیزه دلی کجا زندگی میکنی شما؟ من شهرستان زرندیه صابه. خوبی همه چی میدونه؟ خب شما خوب باشید، شما خوب باشید، ما هم خوبیم. عزیز دلی ما هم خوبیم. چرا؟ وای خدا باورم نمیشه اصلا. لطف داری واقعا، همه تون به من لطف دارید. من میدونم اینجوری شما رو میدونی یه انرژی عجیب غریبی میگیرم، اصلا نمیدونی واقعا دیدین یعنی یه انرژی به من میدید شما. میگم واقعا نمیدونم بهتون چی بگم به قرآن، یعنی نوکرم. خیلی خوشحالم واقعا. مرسی که آوردین بالا. باش پای همتونم عزیز دلم به قرآن. خیلی حال میده وقتی اینجوری دوست دارن. هیچکی جای من نمیتونه بفهمه واقعا. خیلی واقعا اصلا فکرش رو نمیکردم. خیلی از فرگل جون جای احوالتون هستم. خیلی دوست دارم. خیلی سالیان سال با هم دوستون زندگی کردم. مرسی ممنونتم. دورت بگردم. خیلی واقعا نمیگیری وقتتون رو نمیگیرم. بقیه دوستان هم هستن. فقط اگه اجازه بدی که شاد خیلی خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم. دمتون گرم. مرسی. یه عکس بگیرم. مرسی. خوشحال شدم.
خوشم دیدم اتون. خدافظ. زنده باشی. آره خلاصه داشتم میگفتم نمیدونم شاید واقعا انقدر بیارزشه. البته جون من که خودم جونم واسم بیارزش شده حقیقتا، یعنی واسم واقعا مهم نیست. یه تو یه حالت واسم مهم میشه، اونم این که ببینم خب بعدش سر عزیزام میاد، یعنی خب مسلما با رفتن من عزیزام خوشحال نمیشن، بنابراین نمیگم آدم جون عزیزی هستم. خوشحال نمیشن، ما میمیریم. نه منظور ناراحت میشن و اینکه خب آدم باید به این چیزا هم فکر کنه دیگه، میدونی. بنابراین پس باید براش جذاب باشه این بحثا وقتی میشه در مورد کرونا و طرز ساختنش و اینکه اصلا چرا اینجوری داره اتفاق میفته. ما چند روز پیش یکی از دوستامون مادرش کرونا گرفت بنده خدا، الان هم خدا رو شکر توی بیمارستان بستریه، رو به بهبوده، ولی این نیستش که اتفاق همش واسه دیگران باشه. حرف من اینه، آدم باید آماده باشه دیگه. به هر حال بحث جدی بود، حالا نمیدونم چرا یه سری ها به شوخی میگیرن این داستانو. اینا همون آدم هایی هن که مصاحبهاشون هم اومد بیرون میگفت آقا من رفتم 800 میلیارد تومن پول 800 میلیون تومن پول ویلا دادم، توقع داری تو خونم بشینم. دسته رو بلنگو برده بچه هم یارو کی؟ یارو مصاحبه کردن باش میگفت من یعنی پول ویلا دادم تعطیلاته بشینم تو خونه، هم نرم تو ویلا، گفتم آقا مسافرت نرید فلان بیساینا. ولی منظور آدم خوب جون عزیز نباشه، یعنی ترسو نباشه از اینکه وای مبادا بمیرم وای فلان. آدم با ترس مرگ باید کنار بیاد، ولی یه خودشو که نباید به کشتن بده. و اینکه ما داشتیم یه بحثی رو میکردیم، یه سری اخباری رو داشتیم میدادیم که، یعنی اخبار که نه، یه بحثی رو داشتیم میکردیم که من خیلی دنبالش بودم اتفاقا. چی شده؟ تا اگه ریخت و قیافه من رو نمیخوای ببینی نباید بیای تو اکاونت من، تو لایف من میتونی بری. حالا بیل کن شما این همه. سلام. حالا شما خوبی؟ شما بای من دستت خور. ببخشید داشتم میگفتم داستان از این قرار بود که ما این بحث رو داشتیم خلاصه میکردیم، نمیدونم چرا بعضیا بعدشون میاد از این بحث های جدی و دوست ندارم بفهمم پشت قضیه چیه. خلاصه نعوذ میخوام از آی دکتر اگر یه سری کامنت چرت و پرت این پایین نوشتن از طرف همگی. آقا این بیژن رو پیدا نمی کنی شما برای ما؟ بگیر نده برم از شروع بیام دیگه. بیژن فکر کنم رفت کلا. بچه ها ما دیگه بریم؟ هاپوهای ما یکم سرصداشون در اومده، بعد ببریمشون بیرون یه دور کوچولو بزنن. بچه میایم دوباره انشالله تا اینکه تو این چند روز زیاد خونه زیاد هستیم. فعلاً